اما وقتی میبینی که نفس زندگی تلخ و وقیح و بیرحم و وحشی و افسار در رانده شده، تلخیهای سیاست و اجتماع امور بیپالان و کابوسی تمام نشدنی هن، هی اعدام میکنه، هی هر روز تو پامیشی اعدام میکنه، تو جز خفه شدن هیچ دیگه ازت بر نمیاد. یعنی که من دلفر که نیستم این قصه بساز همه دوباره فرداشت اعدام بشه. من بهتر ساکت شم، حداقل احساس حماقت نکنم. و مدام و مدام و مدام در حال شکل عوض کردن و باور ناپذیر شدن دیگر نه تعهد معنا دارد، نه بی تعهدی معنا دارد. حرفای مشتی آخوند مکتب نرفته در باب اقتصاد و محیط زیست و غیره هر روز ما را با این سوال مواجه می کند که نکند واقعا داریم خواب می بینیم، نکند در برابر دوربین مخفی هستیم، شاید به همین روز بالاخره تمام شود و ما بفهمیم ما سوژه خنده بوده ایم. 5. وقتی هر روز خبر واژگون شدن یک قایق بادی را میشنوی، هر روز تصویر کودک و زن حامله غرق شده میبینی، هر روز خبر اعدام برای تو به عنوان آرتیست، اگر واقعا متعهد باشی و شرافتی در وجودت سراغ بتوان گرفت، چاره ای جز خفه شدن نیست. کودک 2 ساله قبل از آنکه حتی بداند 2 ساله است، قبل از شکفته شدن جسم و جانش دمر به روی ساحل میافتد. چه داری در وصفش بگویی جناب آرتیست؟ چه شعری، چه ملودی، هر چه کنی، هر مدیومی که بسازی خود شروع تناقضی تلخ است، چرا که برای تاثیرگذاریش باید دیده بشه و هرچی بیشتر دیده بشه تو بیشتر افتری، تو خائنتری، چون داری لایک میگیری از مردم. وقتی خبر خانه به خانه رفتن وحشی های طالبان رو در حرات میشنوی، به ذهنت چه میرسد؟ مستندی درباره دختران آزار دیده بسازی؟ یا دنبال کردن قصه یکی از آنها را بری در قالب کتاب، فیلم، موسیقی یا قطعه شعر؟ سرنوشت اثر جز این است که وقتی تازه در بهترین حالت جایزه را از دست رئیس هیئت داوران جشنواره‌ای در اروپا یا شرق آسیا یا غیربستانی بر تعداد مغروران حامله و کودکان مرده که آبانها را به ساحل آورده افسوده شده، وقتی تعداد بینندگان موزیک ویدئوهای غم‌انگیز تو بالاتر و بالاتر می رود، طالبان دختران حراتی بیشتری را مورد آزار قرار داده، چه کنی؟ کاری کردن تعهد است یا کاری نکردن؟ اینجاست که می توانی هنرمند نباشی و همچون دیگر مردم کاری غیر از هنر بکنی. تعهد واقعی هنرمند در شرایط امروز اگر سکوت نیست، فقط رفتن به وسط میدان است. کاری کردن، کاری کارستان، اسلحه به دست گرفتن، ترکوندن، بمب انداختن. میدونم یه حرفا برام گرون تموم شه، ولی واقعا همینه. اگر شرایطی اینه نداری به عنوان آرتیست خفه شو، چون هیچ کاری از دست برنمیاد، چون تو قرار بود، میگن تقلید، میگن محاکاته، یعنی تقلید واقعیت. واقعیت اینقدر خودش کثیفه که تو هیچ وقت نمیتونی کثافتش رو به سفره بکشی، یعنی از اون کثیفتر نشونش اصلا نمیشه در افراغ ابراغ کرد. همه چی افراغ‌آمیز کثافته. صدای مادر که بچه‌ش رو اعدام کردن از هر ملودی تو زیباتره و غم انگیزتر و عشق درارتر. در غیر این صورت وجودت، زیستنت، هر آنچه در مسیر آفرینش متعهدانه یا هنری میکنی، هیله‌گری بیش نیست. همشون دارن هیله‌گری میکنن، هممون. بذار بگم چرا خودم گذار دعوت مردم به فلان فستیوال صبح، موسیقی برای سول، دیدی از فوش فلق فاخار ما در قدره همچی چیزی، موسیقی برای سول، حتی قطع موزیسیانی میدونی در فستیوال هم میزنی، کدوم سول؟ دوستی فرهنگ ها،
همون امجد هم مثلا پنجام این گفته اخیر به وضوح ملهم از جمله معروف همان فیلسوفیست که گفت بعد از آشوویتس شعر سرودن وحشیگریست آدورنو که در این هم البته تناقضی نهفته است که معنای آن را مختل می کند. استاد نبود که ببیند در گوشه‌ای بی‌اهمیت